در هیاهو و قوقای جنگ و جدال باندها، ناله های دعوت به وحدت و سازش از جانب کسانی که از عاقبت این جنگ باندها وحشت کردن به گوش می‌رسه. اما این ناله ها به سرعت در میان قوقای نعره های جنگ و دعوا محو و گم میشه و به گوش کسی نمی‌رسه. جالبه که اغلب همونها که پرچم سفید صلح و وحدت رو بلند کردن، در همون حال به اردوی رقیب میتازن تا پوزش رو به خاک بمالن. گزیده‌ای از این قبیل ناله های ناامیدانه وحدت از نظرتون میگذره. آخون روحانی، 12 خرداد. امروز ما در یک شرایط ویژه‌ای هستیم. باید ظهور و بروز ما در وحدت و اتحاد و برادری و یک پارچگی بیشتر از سالهای پیش باشه، بیشتر از مواقع دیگر باشه. امروز ما نیاز به وحدت و اتحاد داریم بیش از گذشته، و من تردید ندارم از این پیچ جدیدی که آمریکایی‌ها میخوان برای ما ایجاد کنن، ما با وحدت و اتحاد و یکپارچگی و همصدایی به خوبی میتونیم ازش عبور بکنیم. آخوند مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 13 خرداد. شرایط کنونی کشور ما شرایط ویژه است. مردم با دشواری هایی به ویژه در حوزه اقتصادی مانند تولید و اشتغال روبرو هستند. در کنار مسائل اقتصادی، در حوزه سیاسی شاهد بداخلاقی ها و برخورد های نادرستی هستیم که گاه منجر به تخریب، تهمت و افترا به یکدیگر می شود. امروز کشور با مشکلاتی که دارد، اگر همه جریانات و جناها دست به دست هم دهند، باز هم مشکلات بزرگی داریم. چه رسد به آنکه بخش عمده از انرژی احزاب، گروه ها و رسانه ها صرف خنثی‌سازی یکدیگر شود. اگر این اتفاق آگاهانه باشد، خیانت به مردم است. محمد حسین فرهنگی، عضو مجلس ارتجاع، 13 خرداد. مهمترین نیاز ضروری در مقطع کنونی کشور، گشودن فضاهای روشن در مقابل چشمان مردم است. برای برچیدن زمینه‌های ناامیدی، فقط نباید محدود به دولت بود، بلکه جناح‌های سیاسی هم باید همین مسیر را پی بگیرند و به جای بحث‌های بی‌حاصل، به سمت پاسخگویی به نیازها و اولویت‌های واقعی جامعه حرکت کنند. اگر جناح‌های سیاسی به سمت بحث و درگیری‌های بی‌فایده بروند، باعث بی‌اعتمادی در جامعه می‌شوند که به نفع هیچ کدام از جریان‌های سیاسی نخواهد بود، چرا که یأس و ناامیدی را در جامعه بیشتر می‌کند. جعفرزاده، عضو مجلس ارتجاع، 12 خرداد. در شرایط کنونی که ترامپ از برجام خارج شده، اتحادیه اروپا یکی به نل می‌کوبد و یکی به میخ، و وزیر خارجه آمریکا 12 شرط برای ایران می‌گذارد. ما باید در داخل جنگ داخلی راه بیاندازیم. جنگ داخلی الزاماً اسلحه کشیدن نیست، بلکه کارشکنی و کار انجام ندادن هم به معنای راه انداختن جنگ داخلی است. باید با وحدت، وفاق ملی و دوستی کنار همدیگر بایستیم. تندروها وارد مسائلی میشوند که این مسائل به نفع کشور نیست. وحدت و یکپارچگی و انسجام را باید در نظر داشته باشیم و به آن عمل کنیم، که در صورت عدول از این چارچوب خسارت به کشور وارد خواهد شد. آخوند مصلحی، وزیر سابق اطلاعات رژیم، 13 خرداد. سال 97 یا 98 فتنه جدیدی با محور ولی فقیه و اصل نظام طراحی شده است. حوادث سال 1388 تمام نشده و دشمن با رفع اشکالات خود به دنبال طراحی فتنه جدید است که محور آنها اصل نظام و ولایت فقیه است. این اعترافاتی است که جاسوسان دستگیر شده نیز به آن اقرار کردند و عده‌ای نیز در داخل با طرح و نقشه های دشمن همراهی می کنند. بسیاری از حرکت هایی که انجام می شود برای ردگم کنی است، تا فضایی ایجاد شود که مردم سراغ مسئولان نروند و مستقیم اعتراضات خود را به سمت ولی فقیه ببرند. در سال 97 یا 98 قطعا دشمن فتنه ای را طراحی می کند و محور آن نیز ولی فقیه است. فردی که مسئول است و قول داده باید پاسخگو باشد و نباید نظام را مورد هدف قرار داد. باید خودمان را برای مقابله با این حرکت‌ها آماده کنیم.